خب من در مورد حوزه تحقیق و توسعه یعنی R&D ریسرچ اند دیولپمنت میخوام صحبت بکنم و دو تا خبر دارم حالا اگه برسم. خبر اول 7 دقیقه ببینم چیکار میکنی ان شاء الله. ببخشید چنان با سرعت شروع میکنه و حرف زد گازشو بگیره. شرکت های حوزه فناوری خب به عنوان تولید کننده علم شناخته میشن و خب شاه کلیدشون یه جورایی حوزه همین R&D یعنی تحقیق و توسعه محسوب میشه و اگر بخوان یه پروژه‌ای داشته باشن از همون روزهای اولیه تا حتی بعد از ارائه اون محصول به تحقیق و توسعه میپردازن و جز بخشای خیلی مهمشون هستش. ولی خب بعضی شرکت‌های مثل شرکت‌های فیلمسازی، کمپانی‌های فیلمسازی و انیمیشن و اینها ما انتظار داریم بیشتر مصرف کننده علم باشن، این فناوری‌ها رو استفاده کنن توی فیلم‌هاشون اینها، چطور که همین هم هست اکثرا. ولی اینکه بشنویم مثلا کمپانی خاطرانگیزی مثل والت دیزنی، کمپانی 97 ساله از 1923 افتتاح شده، بیاد حالا خودش تولید کننده علم باشه به معنای واقعی یه ذره کمی عجیب به نظر میرسه. که اینو بگم بهتون که سال 2008 یعنی حدود 12 سال پیش با همکاری ETHZ یا ETH زوریخ، یکی از دانشگاه‌های خیلی خیلی مطرح تو حوزه رباتیک، اومدن یک بخشی را انداختن، یک دپارتمانی را انداختن به اسم دیزنی ریسرچ یا واحد پژوهش‌های دیزنی و تمرکزشون رو گذاشتن که به کمک یک در واقع کمپانی مادر دیگه به اسم دیزنی ایمیجینیرینگ که خدمت حدود 67 ساله داره، شاید براتون عجیب باشه، بیان تو حوزه در واقع رباتیک و تعامل به ویژه کار بکنن. شرکت ایمیجینیرینگ که همین 67 سال خدمت داره تو حوزه تم پارک های والت دیزنی به نام دیزنی لند که توی فکر کنم سال پیش بود ما توی چرخ مفصل راجبش صحبت کردیم، میهمانی داشتیم از طراحان ایرانی این تم پارک سال گذشته، قرار هست استفاده کنه، یعنی به این صورت که از شخصیت های انیماترونیکی، حالا اگه ویدیوهاش هم همکاران لطف کنن پخش کنن، از شخصیت های انیماترونیکی یعنی عروسک هایی که به کمک مکانیک، الکترونیک و در واقع رباتیک متحرک میشن و حالا آدیو انیماترونیکس به همراه صداست، یعنی تو پارک ها دیدید دایناسور مثلا صدا در میاره، حرکت انجام میده، تصویرها رو داری میبینید؟ بله، این تصویری که دارید میبینید مربوط به سال 2012 هست که یک ربات تعاملی رو ساختن، یک انسان نمای تعاملیه که میبینید به صورت هوش مصنوعی و به کمک در واقع سیستم های ویژن یا تصویری خودش توپ رو میبینه، شناسایی میکنه، میگیره. و ویدئوی دیگه ای که دارید میبینید مربوط به یک ربات هپتیکیه، یعنی عینن یک نفر اون پشت ایستاده همین حرکات داره اجرا میکنه، تقلید کننده است که در نوع خودش خیلی حرکات جالبی رو داره انجام میده. اینجا دارید میبینید که اون شخص بازویی که داره حرکت میده عینن ربات داره همون رو تکرار میکنه، که حالا توی حوزه پزشکی هم که حالا خبر بعدیمونه خیلی خیلی این کار برده. این قسمت هم خیلی جالبه، بلند کردن یه تخم مرغ برای انسان ها خب شاید خیلی ساده باشه، اما برای ربات که فشار رو تحمل بکنه و البته تهش هم اینجوری بی اعصاب باشه خیلی کار بزرگه. یا دقت حرکتی اینجا میبینید که نخ و سوزن هسته، چنان دقت بالاست که میتونه به راحتی در واقع سوزن نخ کنه. یا تعاملش با انسان ها و با این کودکی که تو تصویر میبینید که به چه خوبی داره تعامل، اینا به ظاهر برای ما خیلی ساده است، شاید یک نوزاد کوچیک هم بتونه انجام بده، ولی بحثای در واقع رباتیک وقتی وارد میشه خیلی خیلی بحث مفصل تر میشه. یا ربات لیپ رو میبینید، حدود 4 سال پیش کار شد تو این حوزه که یک من خیلی یاد به اصطلاح اون چراغ مطالعه معروف پیکسار میندازه که بالا و پایین میپره اولش و هر چراغ مطالعه میبینم عملا یاد اون میافتم، یک مکانیزم در واقع کمک یه سری سرو موتورها و یک اکچوئیتور یا عملگر اصلی مغناطیسی این کار انجام میده. و انیماترونیکی که میگیم همچین چیزهایی، یعنی درون این عروسک ها مجهز به موتورهای مختلف، حالا چه الکتریکی، چه نیوماتیکی یا بادی، چه هیدرولیکی یا روغنی هست، که میبینید چنین حرکت های طبیعی رو داره انجام میده. و یه جورایی دیزنی داره برای تم پارک های خودش سرمایه گذاری خیلی عجیب و غریبی میکنه و تحقیقات خیلی گسترده ای داره انجام میده که بتونن در واقع توی پارک هاشون از اینا استفاده کنن و شخصیت های خیلی طبیعی تر داشته باشه. ویدیو دوم اگر ببینیم خیلی جالب میشه که راجب استیکمن هست. یکی دو سال پیش یک ویدئویی منتشر شد از یک ربات تکپایی که حرکات به اصطلاح آکروباتیک انجام میداد، بلافاصله بعدش ربات انسان نمای آکروبات با سر کلش پیدا شد که خیلی خیلی حرکات عجیب تری انجام دیگه، ربات بدلکار، نه نه مال همین دیزنی هستش، حالا اگر تصویرش باشه میبینیم با هم دیگه، استیکمنه
یک ربات بدلکاره که دقیقاً اومدن گفتن خب چرا بیایم از بدل‌های انسانی استفاده کنیم، بیایم حالا این بار از ربات‌ها که واقعاً خارق‌العاده است. یعنی تو این 20 خورده ثانیه خواهید دیدش که این ربات چی کار می‌کنه. یک رباتی که خودش میتونه تعادلش رو حفظ کنه تو آسمون، حرکات عجیب غریب. و نکته مهم‌تر این که کاملاً واقعی، یعنی این چیزی که داری می‌بینی تصاویر کامپیوتری اصلاً نیست. تا می‌رسیم به در واقع ویدئوی بعدی رو بیارن، تا می‌رسیم به اینکه تا همین یکی دو هفته پیش یک مقاله توی آیراس منتشر شد از طریق همین دیزنی ریسرچ، یک رباتی رو ساختن که در واقع این اینتراکشن و تعامل انسان و ربات رو رسون به مرحله‌ای که به کمک دیدار و نگاه کردن شما نگاه‌های بین انسانی میتونیم تعاملی با هم دیگه داشته باشیم و منظوری رو برسونیم. حالا بین ربات و انسان این قضیه خیلی خیلی جدی‌تر میشه و تمرکز روی این کردن که به جای اینکه ربات حالا صدایی تولید کنه یا حرکت خاصی انجام بده از طریق اندام‌های خودش، بیاد حالا به کمک چشم و حرکات چشمی این کار رو انجام بده که در نوع خودش خیلی قیافه ترسناکی داره. این یک ربات انسان‌نمای بدون پوسته که میتونه انسان مقابلش رو از روی در واقع اون دوربین سه‌بعدی که روی سینه‌اش نصب شده و حرکت چشم‌ها که دارید می‌بینید میتونه به اصطلاح تعامل داشته باشه و منظور خودش رو و مکالمه و ارتباط داشته باشه با انسان مقابل خودش. من خبر بعدم اگر میخواید خیلی کوتاه سه تا دونه عکس فقط خیلی سریع بگم، اینو بعداً سعی کنیم، حالا حداقل من قولش رو میدم که انشالله تو حوزه خبر فناوری راجع به پرینترهای سه‌بعدی مفصل حرف بزنیم. ممنونت میشم. یک استارتاپی سال 2014 شکل گرفت به اسم اوپن بایونیکس که یک سال بعدش تونست جایزه در واقع رباتیک امارات رو کسب کنه با $1,000,000 هزینه و اومدن در واقع دست‌های رباتیکی رو تولید کردن با تمرکز ویژه برای بچه‌ها. حالا عکس‌های بعدیش رو هم اگر ببینیم، این دست رباتیک در واقع به کمک پرینت سه‌بعدی در کمتر از 40 ساعت به هر شکلی که دوست دارید و به ویژه به شکل ابرقهرمانان داستان‌های مصور، کامیک استریپ ها و در واقع با همکاری شرکت‌های مختلف فیلمسازی از جمله همین دیزنی که ذکر شد، مثلا مثل شخصیت‌های مثل آیرون من، بتمن و غیره، برای بچه‌ها تولید کردن که بچه‌ها میتونن در کمتر از 40 ساعت به قالب دستشون تولید میشه و خیلی راحت میتونن استفاده کنن و اون ذوق و هیجانی که تو چهره‌اش می‌بینید رو حالا اگر تو تصاویر و ویدیو ان شاءالله حالا تو اون برنامه‌ای که راجع به حتماً صحبت می‌کنیم، خیلی خیلی هیجان انگیز این ریاکشن و واکنش این بچه‌ها که اولین برای اولین بار میتونن بالاخره یک دست بایونیکی داشته باشن، اونم در واقع با ظاهری شبیه با اون شخصیت‌های ابرقهرمانای خودشون. و خب خیلی خیلی فناوری هیجان انگیزیه و امیدوارم که این پیشرفت کنه و بهتر. خیلی متشکرم ازتون. من فکر نمی‌کردم واقعاً علی بتونه دو تا خبر تو هفته بگه، ولی هزار ماشاءالله علی. ممنونم محمد جان، ممنونم علی جان. خیلی خوش آمدید دوباره. مرسی. ممنون.